سلام خدمت دوستان عزیز. توی این ویدیو قصد دارم که نحوه ساخت محلول کلورید قلی یا محلول تست طلا رو به شما آموزش بدم. برای ساخت این محلول من از سیم لحیم که حاوی حدود 63% فلز قل هستش استفاده میکنم و هزینه ساخت این محلول به شدت با این روش پایین میاد و نیاز نیست که شما کلورید قل خالص از برندهای معروف مثل مرک یا سیگما تهیه کنید. برای شروع فرایند حدود 3 گرم سیم لحیم رو برداشتم و با دستم اونو تخت میکنم که کاملا کف ظرف و توی اسید قرار بگیره. و سپس حدود 30 میلی لیتر اسید کلوریدریک غلیظ به فلز قل اضافه میکنم. دلیل این که از ارلن استفاده کردم اینه که تبخیر محلول رو به حداقل برسونه. ارلن رو روی حرارت قرار میدم و صبر میکنم که محلول به جوش بیاد. با گرم شدن محلول واکنش بین اسید کلوریدریک و سیم لحیم شروع میشه. بعد از گرم شدن محلول من حدود نیم سیسی اسید نیتریک غلیظ به محلول اضافه میکنم. با این کار سرعت انحلال سیم لحیم توی اسید هیدروکلوریدریک به طور چشمگیری افزایش پیدا میکنه. ولی باید دقت کنید که بیش از این مقدار نباید اسید نیتریک اضافه کنید. در غیر این صورت محلول شما رو خراب میکنه. بعد از افزودن نیتریک اسید رنگ محلول کمی زرد میشه. این رنگ نباید در پایان واکنش به این صورت بمونه و باید به صورت بیرنگ تبدیل بشه. در غیر این صورت به این معناست که محلول شما کارایی لازم رو نداره. این مشکل زمانی ایجاد میشه که مقدار زیادی نیتریک اسید استفاده کنید. همونطور که مشاهده کردین نهایتاً رنگ محلول از زرد به بیرنگ تغییر رنگ داد. در ادامه واکنش ممکنه به دلیل تبخیر بیش از حد و ضعیف شدن اسید کلوریدریک واکنش استوب بشه و کریستال های روی محلول ایجاد بشه. در اینجا با افزودن مقداری اسید کلوریدریک تازه واکنش دوباره ادامه پیدا میکنه. من حدود 30 میلی لیتر دیگه اسید کلوریدریک به محلول اضافه کردم و جمعاً 60 میلی لیتر اسید کلوریدریک توی این واکنش مصرف شد. حدود 90% از سیمی که در ابتدا اضافه کردم حل شده و محلول بعد از حدود 45 دقیقه واکنش به نظر میاد که واکنش چندانی نداره و فقط محلول داره بر اثر گرما میجوشه. محلول رو از روی حرارت بر میدارم و صبر میکنم تا خنک بشه. بعد از این که محلول خنک شد اونو به وسیله پنبه و قیف فیلتر میکنم. این باعث میشه که محلول ما کاملا شفاف باشه و تست دقیق تری به ما بده. بعد از اون محلول رو به ظرف شیشه‌ای تیره منتقل میکنم و مقدار کمی سیم لحیم تازه توی محلول قرار میدم. با این کار باعث میشه که عمر محلول تا حدود 2 هفته افزایش پیدا کنه و توی این مدت کیفیت محلول تست طلا افت نکنه. حالا برای تست محلول حاوی طلا محلول رو به پالت اضافه میکنم و چند قطره از کلورید قل که با استفاده از سیم لحیم درست کردیم رو به اون اضافه میکنم و تغییر رنگ نشان دهنده وجود طلا توی محلوله. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. برای ویدیوهای بیشتر کانال منو سابسکرایب کنید و کلید زنگوله هم بزنید که از ویدیوهای جدید باخبر بشید. تا ویدیوهای بعد خداحافظ.